بررسی قسمت 16 همه سریال یاقی بعد چند وقتی قسمت خفن تو این ویدیو برای اینکه از شما خواسته بودم نظرتون در مورد این قسمت بنویسید آخر ویدیو چند تا از هم قراره نشون بدم پس تا آخر همراه من باشید سلام من محمد علی هم. شیرزاد خیلی خوش اومدید به کانال شیرزاد فیلم تو این کانال فیلم و سریال معرفی میکنم و فیلم و سریال هایی که منتشر میشن رو بررسی میکنم پس اگه به این دست از موضوع علاقه داری و هنوز کانال رو سابسکرایب نکردی دکمه سابسکرایب رو بزن و اگه زنگوله بغلش هم بزنی هر موقع که ویدیو جدید آپلود کردم با خبر میشی و میای ویدیو رو میبینی تک تک قسمت های قبلی سریال یاغی رو بررسی کردم لینک پلی لیستش میاد بالا اگه اونا رو ندیدی پیشنهاد میکنم که اونا هم ببینی کمتر سریالی هست که مثل یاقی هر اپیزودش هر قسمتش یه شروع و پایان مشخص داشته باشه اکثر سریال‌ها رو دیدید هر قسمت که تمام میشه قسمت بعدش مثلا شروعش از ادامه سکانسیه که تو قسمت قبلی تموم شده ولی خب نمیگم این بده ها اینم روشیه ولی من این مدل یاقی رو خیلی بیشتر دوست دارم که نشستم واسه هر قسمت یه شروع و پایان مشخصی نوشتم ولی نمیدونم شمال چی داره اصلا هر فیلم و سریالی میره شمال همچی پلانا خوشگل کلا کلا اون فضای شمال خیلی سینماییه آقا جاوید تو همین زمینه خاکی به اینجا رسیده آقا یادتونه یه بار گفتن نسبت بهمن به اکبر مجلل مثل نسبت اسیقلک به بهمنه میگم به نظرم الان همشون یه مدل آدمن یعنی همشون یه مدل آدمن ولی خب اندازهشون فرق میکنه اندازه کاری که میکنم فرق میکنه همشون حرفه تو دروغ گفتن همشون فقط میخوان به اون چیزی که خودشون میخوان برسن و چیز دیگه و کسی دیگه براشون مهم نیست خاطر رسیدن به چیزی که میخوان از این اون مایه میذارن این اونو به خطر میندازن عزیزاشون حتی تومه میکنن ولی خب میگم فرقشون تو اندازه و اون اندازه کاری که میکنن خیلی این جمله رو شنیدیم که میگن دزدم میخوای باشی حداقل دل دز نباشه حداقل برو یه بانکی بزن نمیدونم یه چیز عجیب غریبی وارد کن حالا اکبر مجلل از بهمن جلوتره بهمن هم از اسی قلک جلوتره و جالبه که همشون هم میخوان برسم به اونی که از خودش جلوتره اسی قلک میخواد برسه به بهمن بهمن میخواد برسه به اکبر مجلل و اکبر مجلل هم اگه حالا تو ایران رقیبی نداشته باشه برای خودش مثلا دوست داره برسه به پابلو اسکوبار مثلا از اون ظاهرش و استایلی که برای خودش هم ساختم معلومه بررسی قسمت های قبلی خیلی اینو گفتم که بعضی از سکانس ها واقعا چندین دقیقه طول میکشه و کلا هم چیز خاصی برای گفتن نداره و فقط داره اصلا وقت تلف میکنه خب این قسمت هم سکانس طولانی داشت ولی پر بود به نظرم همچین و خب سکانس حرف زدن بهمن با بچه ها با کشتگیرها دوازده دقیقه بود حدودن ولی خیلی نکته داشت به نظرم اگه خوب اون روزا یادتون بمونه به هر چی دلتون بخواد میرسید اول اینکه یه پا کلاس بود واسه خودش اصلا یه کلاس آموزشی بود واسه اینکه چطور یکی یا کسایی رو متقاعد کنیم که یه کاری برامون انجام بدن اولا که خوب قطعا کاری که بهمن از این بچه ها میخواد ابعادش بزرگه هرچند که حالا ابعادش رو تو ذهن اونا کوچیک‌تر کرد یعنی خب اندازه کوکائین بزرگ نشد ولی بازم بزرگه خب از همون اول زمینه سازی کرده بهشون رسیده آوردتشون بالا رسونده به تیم ملی حالا اینا رو میگیم برای خودش کرده که کارش راه بیفته ولی خب مثلا برای جاوید خونه گرفت نمیدونم خواهرش رو فرستادن بند رضا صادقی اون یکی نمیدونم واسه اون یکی پول عمل باباشو داده واسه هر کدوم یه کاری کرده و همه اینا رو کرده که اینا رو یه جوری مدیون خودش بکنه حالا اینجا این هر هم که میگم یه پا کلاسیه برای خودش چون اول اومد گذشته اینا رو یادشون آورد بدبختی رو یادشون آورد و بعد موقعیت الانشون رو بهشون یادآوری کرد که تو موقعیتی هستن و خب مقایسه کردن اینا ناخداگاه گذشتهشون و الانشون رو و خیلی زود پشت بندش رفت در مورد آینده حرف زد که به کجا میتونن برسن و به این مسئله اشاره کرد که فقط مدال بیارن نمیتونن زندگی عجیب غریبی برای خودشون بسازن باید پول هم این وسط باشه و خب متاسفانه واقعیت هم وجود داره دیگه کسی که میره مدال میاره پول افتخار میکنه خیلی دیدیم که با سیه زندگیش همون مداله رو میفروشه همین زمین سازی یا ذهن اینا رو آماده کرد که نه نتونم بیارم نکته دیگه ای که این سکانس داشت ریاکشن های تو سکوت بازیگر بود مثلا اونجایی که بهمن داشت حرف میزد خیلی بجا کات میخورد به صورت پر از نفرت طلا سختی های رو فراموش نمیکن یا مثلا اونجایی که بهمن خیلی دروغ داشت میگفت خیلی جالب کات میخورد به صورت رحمان و میمیکش و یه جوری بود که انگار مثلا برگاش ریخته از دروغای بهمن بزنین واضح بهتون بگم یا مثلا اون جاهایی که خیلی متفاوت کات میخورد به صورت بچه های کشتیگیر که حالا یه موقع سمیمی کهشون غم بود یه موقع ناامیدی بود یه موقع امید بود یه موقع خوشحالی بود مسئله دیگه که این سکانس داشت این بود که بهمن میگفت که باید یادتون باشه که از کجا فرار کردین تا دوباره برنگردیم به اون اوزا باید یادتون باشه از کجا فرار کردین که دوباره برنگردیم به اون اوزا اینو به بقیه میگه شاید تو ظاهر و تو حرفم بگه که خب من خودم هم الان اینجوری هم یعنی فکر میکنم به گذشته ولی من فکر میکنم واقعیت اینه که یه خورده فراموش کرده اصلا کل داستان رو و خیلی الان حالش خوبه اصلا یه فازیه که من دیگه سلطان کوک ایران شدم و عجب من کارم خفنه و اینا ولی خب داریم میبینیم هرچی جروتر میره شرایط برای این فراهمتر میشه که بهمن برگرده به اوضاع قبلیش حتی بدتر نکته بعدی چهره جاویده و ریاکشنش با میمیکش وقتی که بهمن گفت که محمولی که قرار بیاری داروییه خب فرقی که جاوید با بقیه بچه ها داره اینه که جاوید گذشته بهمن رو میدونه و از خیلی از چیزا خبر داره و خب احتمالش هم هست نظرم که جاوید بخواد یه حرکتی بزنه یه کاری بکنه لو بده اینا رو نمیدونم ولی به نظرم خب ببین جاوید هدف داره خب میخواد بره اونور بر. و هدفش هم مثلا همون هدف اصلیش همون ابراس و جنگیده برای این هدفش ولی بازم میگم احتمالش هست که یه جا بخواد مثلا یه کاری بکنه آقا چقدر زرنگ تیم تبلیغات سریالی چند روز پیش یه سکانسی رو توی فضای مجازی پخش کردن از این قسمت که خب یکی انگار مرده بود و طلا و رحمان هم اونجا وایستاده بودن اصلا همه میگفتن که چی شده بهمن مرده نمیدونم جاوید مرده و خیلی صحبت از این بود و کلا ذهن مخاطبا رو درگیر کرد و خب همین تکنیک به نظرم باعث شد که انتظار واسه دیدن این قسمت بالا بره در حالی که جیجی جی میمون رحمان مرده بود خیلی زرنگین خلاصه چیز اینکه زیادی دوستش داشتی دیالوگ طلا هم تو این سکانس مهم بود یه جورایی داشت میمون رحمان رو با بهمن و رحمان رو با خودش مقایسه میکرد به یه دیالوگی گفت گفت که جز اینکه بیشتر از فهمش بهش بهادادی ازش مراقبت کردی که اگه نمیکردی الان اینجا نبود که بخواد اینطوری از دست بده این به نظرم یه نشونه داره میده که ممکنه بهمن هم بمیره فقط یه چیزی برام عجیب بود نمیدونم جاوید به نظرم اونقدر باهوش نیست که حالا به ذهنش برسه که بیاد گوشی رو باز کنه که ببینه توش میکروفون هست یا نه محسن تو واسه من خیلی باوقیعه فردی اره زرنگ بهمن حاجی دیدی چیکار کرد رفت به تک تکشون رفت به هر پنجشون گفت که تو از من از بر... تو از من تو برای من از بقیه مهمتری حواست به بقیه باشه این کار خیلی تاثیرگذاره چون که ادمو کلا دوست دارن همچین مسئولیت هایی بهشون داده بشه و کلا هم دوست دارن حواسشون به بقیه باشه و در کل هم اگه یه خورده شک داشتن همین کار به نظرم باعث میشه که دیگه شک نداشته باشن و اصلا خیلی جدی کارشون ادامه بدن اول شیشاشو خودم استاد کادو گرفتم و اما طلا و اکبر مجلل فهمیدیم که اینا قبلا با هم رابطه داشتن حالا یه خورده به نظرم میشد حد زدینو ولی بازم سورپرایز عجیبی بود اول اینکه خیلی سکانس خفنی بود هر دو به نظرم خیلی درجه ایک بود بازیشون آها اینم هم یادم رفت بگم طلا هم دقیقا این همین است عین بهمنو و اکبر مجلل دیدید چه دروغایی بین واقعیت گفت اکبر مجلل یعنی تصادف کار بهمن بود یه سری خیلی میگفتن که مرگ عزیز مطللا کار بهمن نیست و کار اکبر مجلله هنوزم به نظر نمیشه اونقدر قطعی گفت ولی خب ریاکشن اکبر مجلل وقتی که این از طلا شنید نمیدونم نرمال نبود و خب امکان داره انگیزش هم به نظرم این میتونه باشه که خب از طلا خوشش میومد و طلا هم رفته حالا با بهمن خواسته که نمیدونم یه جوری انتقام بگیره تلافی کنه واسه همین رفته مثلا پدر طلا رو کشته میگم امکانش هست ولی بازم به نظرم قطعی نمیشه گفت حالا ببینیم قسمت های بعدی چه اتفاقی میفته بریم چند تا از نظرات شما رو در مورد قسمت 16 سریال بخونیم بدبخت جاوید نرای پس داره نرای پیش طلا که دیگه فقط فکر انتقام نیست و میخواد جای اکبر مجلل رو بگیره و آروزی پدرش رو برآورده کنه سریال به روال قبل برگشت و تلا خانم موتو رو وارد میکنه و با اکبر مجلل بهمن رو دور میزنن و بعد انتقامشون رو از بهمن میگیرن کار بهمن کوچیک تمامه و مجلل سیفون رو میکشه روش دارم بدونم رحمان دشمن بهمن میشه یا طلا بعد مدتها چسبید ولی بازم قسمت های اول یه چیز دیگه بود که نتونستن خوب ادامه بدن به قول رحمان بهمن یه جوری دروغ میگه آدم دلش نمیاد باور با نکنه از این تریبون در گذشت بهمن کازمی و مصیبت وارده را به طرفداران آن مرحوم تسلیت میگویند این قسمت یه نقطه اوج برای بینندگانش داشت خوب که بست و گسترشش رو تو همین قسمت دیدیم منتظر نقدتون هستم خب اگر از این ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید اینجا دوتا ویدیو براتون پیشنهاد داده میشه بالایی بررسی سریل خاندان اژدها سریلی که جدیدا منتشر شد اسپین‌آف سریل گیم آف ترونز و پایینی هم ترین های سینمای ایران خیلی خفنه پیشنهاد میکنم که یکی از این دوتا ویدیو رو ببینید مرسی که تا اینجا همراه من بودید منتظر ویدیوهای بعدی باشید